چند جلسه نداریم، از یک بشکن زدن داریم. چند نفر درمان فوری رو تجربه کردن؟ خب ببینید، این درمان فوری دو. از درمان فوری لحظه‌ای داریم تا هفته و ماه و چند ماه هم ممکنه داشته باشیم. نمیتونیم راجع به چند جلسه ازن صحبت بکنیم، درست شد؟ ولی معمولا شما پایه رو بذارید بر 3 جلسه. توی اون نمودار بی روانتنی اگه خاطرتون باشه، توی این نمودار وقتی که ما اینجا این سقوط انجام میشه و معمولا از لحظه اول حادتره، از روز اول حادتره، بیمار دوچاره یه چیز میشه که ای وای بدتر شدم، دیگه یادش میره که اینجا خوب شده بود. بنابراین معمولا این دسته فرار و برقرار ترجیح میدن، به علت اینه که آشنایی با این موضوع ندارن، نمیدونن این نمودارا چیه و ما یک پترن و یک الگوها و نمونه هایی برای این حرکت بر حسب انواع و اقسام مشکلات داریم، لذا فرار و برقرار ترجیح میده. اما ما وقتی مبنا رو بس 3 جلسه میذاریم، یه قبل از اینو بگم، اگر ما قبل بیم بهش بگیم احتمال داره که شما حالت بدتر بشه، خیلی بدتر بشه، این نمودار رو براش نشون بدیم، نمودار A بیماران روانتنی هم براش باز کنیم، او کدوم یکی رو بیشتر محتمل میدونه؟ اینو. یعنی اگر عجیبه، یعنی انسان تمایلش به چیز منفی بیشتره. اگر ما بیان بگیم اون هست، اینم هست، نمیدونیم. حالا آمار باید بعداً آمار، این آمار جالبه دیگه. مثلا از 100 نفر میبینه که 90 نفرش اینو احتمال دادن. میشینه الان بدتر میشه، یه لحظه دیگه بدتر میشه. الان بدتر میشه، یه لحظه دیگه بدتر میشه. انقدر به خودش تلقین میکنه که واقعاً یه اتفاق چیزی براش بیفته. بنابراین ما میایم میگیم که این اطلاعات رو وهله اول بهش نمیدیم، به فرد این اطلاعات رو نمیدیم، میگیم که خب تجربه بکن. ما یه 2-3 جلسه این کار میکنیم، 2-3 جلسه. حالا اگه یه جلسه خوب شد که، ولی گزارش رو به ما بایستی بدیم، ما 2-3 جلسه کار بکنیم. لذا به اصطلاح وقتی مبنا رو 3 جلسه میذاریم، اونم یه جوری این مطلب رو برای خودش چیز میکنه که گزارش بده. وقتی گزارش میده میگه اینطوری شدم، شما فوراً جزوه دفتر مسائلتون در میارید، میگید ببین از این الگو، فکر نکنه همون موقع شما اینو دارید میسازید، شما دفترتون جزواتتون، حالا امیدواریم در آینده منابع بهتری در اختیارتون قرار بدیم که فوراً منابع بتونید باز کنید، نشون بدید که بله اینها، این نمودار شما، حالا میخوای دنبال کن، میخوای دنبال نکن. اما خطری که این گروه دارن اینه که دیگه اصلا با ما تماس نمیگیرن، یعنی به اصطلاح ما باشون قرارهای بعدی رو نگذاشتیم که 2-3 جلسه باید با هم کار کنیم، اونا هم 1 جلسه به محض این بدتر شدن دیگه اصلا ممکن سراغ ما رو نگیرن و خودشون تفسیر به رأی بکنن که بدتر شدیم، این مسئله ما رو بدتر میکنه و دیگه دنبالش نیاد.